ریاست امنیت ملی ولایت بغلان دو دختر خردسال را از چنگال ربایندگان نجات داد. اینها که یکی 10 ساله و دیگری 12 ساله اند، توسط معلم دینی خانگیشان با زور و اکراه از کابل به یکی از ولسوالی های بغلان منتقل می شدند که نجات یافتند. قاری یا ملا گلبدین که این دختران را اختطاف کرده، معلم دینی آنها بود که در منزلشان در شهر کابل آنها را درس می داد. عبدالستار بارز والی بغلان میگوید قاری گلبدین که صبح روز چهارشنبه در بغلان حین انتقال این دختران به ولسوالی خوست این ولایت گرفتار شد، پیش از این نیز 5 دختر خردسال دیگر را اختطاف کرده که 2 تای آن را به خود نکاح و دیگران را به فروش رسانیده است. با چال و نیرنگ و با فریب دخترای معصوم و بیچاری مردم با جبر، با زور، با چاقو، با تهدید و مرگ اختطاف میکنن و این انسان کثیف با شبکه مربوطیش همیشه کارش، عملش با استفاده از نام مقدس عالم اختطاف دخترای مردم بوده که خود اعتراف کرد و شما شاهد بودین که چندین باری عمل ننگین انجام داده. دخترانی را بوده شده که از یک فامیل و شاگرد همین ملای مدرسه می باشند می گویند آنها را حین رفتن به مکتب به زور چاقو اختطاف کرده است. از کابل آمدیم، زمانتر یک سواری دیگه هم بود، خانم بود، بازی دپولی ما ششتگی بود، چاقو را گرفتن. می گفت کم نزنین بیزنم، باز ما دخواره خوردم. دختر همین از باز بایی گفتم که توی طرف میشین به خانه بگو باز یکی به ما سواری دیگه باو که گفت بازو رفت و موتران بود. باز در پیش یک کافی استاد کردن موتر، باز موتران رفتم و رئیس هم و کافی گفت بازو در امنیت زنگزن. پدر یکی از این دختران به خبرنگاران گفت این معلم خانگی قرآن کریم اطفالشان بود و با استفاده از نام دین و ملا و اعتمادی که کسب کرده بود دست به چنین جنایتی زده است. چرا درس میداد براتون؟ هیچ کسی را که شما نمیشناسین قابل چیتان باشه که این رقم مردم در نزدیک خانه تان یا در خانه تان به رئیس معلم یا را شما به خانه تان نبیارین که این تو آخرش این تو کار است که طفلایتان هم میگریزان هم میبرد یا گردایش هم میکشه یا با کسی میفروشن رقم یا پومشن. مردمی که در ولایت بغلان از این قضیه آگاه شدند خواهان اشد مجازات برای قاری گلبدین هستند و میگویند کسانی که پیش مردم بسیار قدر و احترام داره و جایگاه بزرگ داره چنین اعمالی را انجام میده قابل بخشش نیست، اشد باید مجازات شوند. از همه نهادهای عدلی و قضایی ولایت بغلان و خواهش می است که یه را به اشد مجازات یا را محکوم بکنند. اختطاف دختران یا آدم ربایی در بغلان بی پیشینه نیست، ولی چونینه که یک عالم دینی با استفاده از نام دین دست به چونین کار زده باشد سابقه ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.